به نام خدا و سلام بر شما بیننده سرنوشت به گونه زنده از نور هستید. اعتراف نهادهای عدلی و قضایی از کوتاهی خود در امر مبارزه با فساد اداری. دادستانی کل میگوید نهادهای عدلی و قضایی اعتماد مردم را به دست آورده نتوانستند، اما در این حال آینده بهتر در کار نهادها را پیش بینی میکند و به مردم وعده میدهد. در تازه ترین مورد بر اساس حکم رئیس جمهور و پیشنهاد دادستانی کل به تعداد 40 نفر از رؤسای اداره دادستانی تغییر و تبدیل شدند. این در حال صورت میگیرد که چندی پیش رئیس جمهور شورای عالی مبارزه با فساد را تحت ریاست خود ایجاد کرد، اما به آنکه کارکرد این شورا معلوم شود از ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه با فساد اداری نیز خبرهای منتشر شد و همچنان دادستانی کل گفته این مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد. اما آیا رویکرد و مکانیزمی را که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد روی دست گرفته کارآمدی دارد و اگر دارد این مکانیزم و رویکرد چه دستاوردهایی تا حالا داشته در زمینه مبارزه با فساد اداری؟ اینجا در استودیو آقای داودی اساس مشاور ارشد در ریاست اجرایی دکتر ذبیح‌الله وردک از شبکه مبارزه با فساد اداری را با خود داریم و همچنان عبدالوحید فرزایی عضو رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیست تا لحظات بعد با ما خواهند پیوست. میمونان گرامی با بس خیلی خوش آمدید. تشکر بخیر. آقای اساس، تغییر و تبدیلی هایی که اخیرا در نهادهای عدلی و قضایی به وجه دادستانی کل صورت گرفته، در حدود 40 نفر به پیشنهاد دادستانی کل و به حکم رئیس جمهور تغییر و تبدیل شدند، واقعا این بیان کننده چی است؟ این نشان دهنده اراده حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری است یا برای تقرر و جابجایی افراد مربوط به تیم خودشان و حلقات مربوط به خودش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت در افغانستان در فساد در قوه قضایی در قوه قضایی عادلی یک بسیار داد نزد و مردم افغانستان و دنیا کل گیده نمی می پاپید. رئیس جمهور امروز اول در روز طالب بر مردم افغانستان گفت که در کوه قضایه پساد اوج گرفته. خب یک مشکل هست در افغانستان، بکنه که اگر یک گامه بیشتر خوب بود تغییر تبدیل در کنه در محکم در سران والی ها که چی شود. خب برای مردم باز از دور که سهل میکن باز یک چیز دیگه میگه که واقعیت باید ما هیچه تفکیک بکنیم. یک کسی که از اینه میشه دور میشه یک خیانت کرده یا به چیز دیگه پس میشه. اگه خیانت کرده باشه جای خیانت ما بس است، جای پرسپال بس سمو ولی است، بس به اون باید مره پیش آمه. نه که چراسی ها بیایه به کندار بره، کندار به چراسی ها بره، از علمان به نیمروز بره، از نیمروز به علمان بره. حالا این میکانیزم و روش که حکومت وحدت ملی در پیش گرفته برای مبارزه با فساد اداری که 40 نفر از کارمندان اداره مستقل دادستانی کل را تغییر و تبدیل کرده، در واقع از جای به جای دیگری برده، فکر میکنید این اراده برای آوردن اصلاحات است یا به نحو خشخوری هایی است که قبلا وجود داشت؟ فکر میکنن که 40 نفر که تغییر و تبدیل کرده این خشخوری خود را بود، بعد این خاطر نبود که باز بین فساد ببره. این که خود تعیین شده یعنی هیچ مشوره و ایتو اشخاص نورده نشده که مردم برمون فکر بکنه که اینمی مردم میتنه که فساد از بین ببره. اینمی مردم که حال آورده اینمی ما میشنستم، تو میشنست، دنیا میشنست که خودشان اقصاد فساد هم بود. ما چی تو ببینیم در افغانستان در هر ولسوالی در هر منطقه فساد وجود داشت. چی تو بگویم میشه که سرانوالی که از کندار میره به کابل، از کابل میبره بوجه، او چی تو فساد نمیکرد؟ اداره مستقل مبارزه با فساد اداری وجود دارد، عملا به عنوان یک اداره مستقل و قانونی در چوکات حکومت افغانستان، اما نهادهای موازی با این اداره وجود دارد که توسط رئیس جمهور ایجاد شده. شورای عالی مبارزه با فساد اداری که افراد برجسته حکومت افغانستان در او حضور دارند و ریاست این شورا را خود رئیس جمهور به عهده دارد. در این زمان دادستانی کل هم گفته و رئیس جمهور هم چند قبل اعلام کرده بود که مرکز عدلی و قضایی با مبارزه با فساد را ایجاد میکنه. ریاست اجرایی چرا در چنین موارد خاموش است و همه کار را میبینی که متعلق به ریاست جمهوری میشه، در حالی که باید در 50% از تصمیم گیری ها ریاست اجرایی بر اساس قراردادی که
حکومت وحدت ملی را شکل داده تصمیم گیر باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه. فکر میکنیم که ریاست اجرایه در این شرایط افغانستان واقعا خواست مردم این میسته که باید در بین جمهور و ریاست اجرایه باید ناکوز و مشکلات باید پیش نشه که افغانستان در این حالت است. یا که از خودشان حالا فکر میکنید خاموشی ریاست اجرایه در چنین موارد برای این است که نظم نیمبندی که وجود داره بر هم بزنه؟ بله 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 گپ است دیگه. ما میگن که دیدیم 40 سال فالی خبر تعیین میشه ریاست اجرایی. حالا این لجام سختگی که جریان هم نیست ریاست جمهوری داره واقعا کار را به کجا خواهد کشونید؟ فکر میکنم که کارشان سرانجام میشن اینمی میشه که ما شما امروز سرش باز میکنیم. اگه اینمی به یک شایستگی اینمی کارا رو میشد کل اگه مردم میگو که اینمی واید اینمی تو میشد. خب مشکل در اینمی جاسه همین پساد و این چیزا مافیا میکنه و مافیا هر وقت پیش قدم است. ما شما میبینیم اگر جمهور یک کمیتر برشان جور کنه فساد بسیار واضح است. کابل پر موضوعشان برش معلوم نیست برای از که از ما شما که برای خوب معلوم است. دیگر که دیگر موضوعات بسیار کلان کلان بر خودشان بسیار خوب معلوم است. ما که تا اون وقتی که مجازات و مکافات نباشه تا اون وقتی که به خاطر مردم افغانستان اگه اصلاحات نبیرم تا اصلاحات او اصلاحات نیست. اگر ما بخواهیم که به اینمی رقم به مردم بگویم که ما اصلاحات آوردیم اصلاحات نیست. چرا؟ او کسی که پس میشه برای او باید اینمی معلوم شد که تو این جرم کدی از اینمی جا پس میشه یا وقتت برا شد یا به اینمی از اینمی لاز تو پس میشه یا تو تایید میشه با معلوم شد که ما که تایید میشیم کدام ششتگی ما بود که ما امروز تایید میشیم یا که ما پاس میشیم کدام چی بود. خب باید اینمی کارا ما بر شما کلا که خبر است رژیم اون باید حکومت افغانستان بیجا پسر است دیمی که هیچ کس هیچ پوشی کرده نمیتونه باید مشوره گرفته شوه. هر دو طرف باید اینمی خوب صحیح هست هر یکشان بشنه. امروز اگه یک تن اول پاس با مو پساد و اینمی چیز بله خب مردم میگه که ریاست اجرایی است با پاس با مو حکومت شریکی است با هم میگه با هم میگه. فکر میکنه که نمیجه مشکلاتی هست و این مشکلات فکر میکنم که حل میشه. سپاسگزارم آقای وردک. حالا تصامیمی که حکومت افغانستان جدیدن روی دست گرفته در مورد مبارزه با فساد واقعا نکایت از چی داره؟ از این که حکومت مطابق اون وعده هایی که به مردم افغانستان کرده بود حالا شروع کرده به آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و در کل در نهادهای حکومتی افغانستان؟ بسیار تشکر. سلام به شما و مهمان گرامی شما و هموطنان عزیز. حکومت وحدت ملی از وقتی که ایجاد شده تا اکنون متاسفانه زیادتر ما که در عرصه مبارزه و فساد اداری کار میکنیم زیاد در نیتشان و یا در کارکردی هایشان زیاد دیده نشده و وقتی که رئیس جمهور در اواخر ارگ همراه کمیسیون اروپایی ایو کدام کانفرانس که در ارگ داشتن در اوج امی مرکزی ویژه عدلی و قضایی در اوج رئیس جمهور اعلان کرد و این یک خواست جامعه مدنی خصوصا اون این نهادهای جامعه مدنی که در عرصه مبارزه و فساد اداری کار میکنه خواستشان بودن و رئیس جمهور ایرا برآورده کرد. ولی ما زیادتر اینی مهم است که آیا رهبری حکومت وحدت ملی یا عزم سیاسی برای مبارزه با فساد اداری وجود داره یا نداره. یعنی ما او فسادی که هم از طرف خارجی ها در افغانستان به میان آمده و هم او فسادی که در داخل کشور از خود افغان ها از خود کارمندان دولتی بلند رتبه و پایین رتبه به میان آمده، یعنی آیا یعنی یک مبارزه واقعی میشه و یا یک مبارزه بیشتر که شما اشاره کردین خشاوندی میشه ده. پس مهمی است ولی تا کنون متاسفانه زیاد دیده نشده. ولی این تغییرات که در لوی سارانوالی به وجود آمده من خوشبین هستم. آقای وردک، شما به عنوان یک نهادی که در چوکات نهادهای مدنی فعالیت میکنید و نظارت بر کارکرد حکومت را دارید و کارتان جستجوی این است که چگونه حکومت افغانستان با فساد داری مبارزه کرده بلی. در کل فساد داری در افغانستان را در برابرش کار میکنید و ریشه ها و عوامل گسترش فساد داری را شناسایی میکنید بلی. کارتان این است بلی. تا هنوز حکومت افغانستان روش هایی را که در پیش گرفته برای مبارزه با فساد داری برای شما چقدر قابل
قناعت بوده و چقدر شما رو تانسته اقناع بکنه؟ تا کنون حکومت وحدت ملی غیر از این مرکز ویژه عدلی و قضایی و تغییرات و تبدیلات در لوی سالان والی تا کنون یعنی در گذشته کدام عملی که برای جامعه مدنی خصوصا نهادهایی که در مبارزه با فساد اداری کار میکنه دیده نشده و امی حالت کنونی که به وجود آمده، چون عوامل در فساد اداری در حکومت وحدت ملی زیاد بودن. کلانترین عامل سرپرستی های بسیار دراز بودن که یعنی بسیار طولانی بود که متاسفانه تا اکنون ما همراهشون دوچار هستیم که مثال خوبشان شارولی کابل هستند و بعضی ولایات هستند که تا وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی همچنان یعنی وزارت دفاع و امنیت ملی این واقعا مثال های خوب هستند که مبارزه از اوج شروع میشه که یک نیت سیاسی برای مبارزه با فساد اداری وجود داشته باشه. در همین کمیسیونی که از کنفرانسی که توسط ارگ و ایو گرفته شده بود، در ارگ ستانگزایی که او وقت سرپرست وزارت دفاع بود و حال سرپرست امنیت ملی است، او خودشان در پیشروی رئیس جمهور گفت که تا کنون در رهبری سیاسی حکومت برای مبارزه با فساد اداری کدام علائم دیده نشده. یعنی این یک سیگنال مایوس کننده بود که برای ما داده شده. چرا وجود نداره؟ باید ما اگر حکومت بر مبارزه با فساد اداری نیت صحیح نداشته باشه، پس ما او کمک هایی که بالاخره از خارجی ها یا از کشورهایی که ما را کمک میکنه واره چه قسم قناعت بدیم و چه قسم پولیسی هایی که تا کنون در کشور ما در حساب مالی ما وجود داره واره چه قسم سفید بسازه. پس مشکلات های بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به این تغییرات که در لوی سران والی آمده به این خوشبین هستم و خدا کنه که بعد از این شروع این تغییر و تبدیلات چگونه میتواند مبارزه با فساد اداری باشه؟ واقعا اگر کسانی که دست به فساد اداری زده بودن و در اداره داستانی کل متهم به فساد اداری بودن از جای تبدیل شدن به جای دیگری رفتن، این چگونه میتونه گامی باشه برای مبارزه با فساد اداری که از طرف حکومت برداشته شده؟ زیادتر هم همینطور نشدم قسمی که حساس پیشتر گفت که فساد اداری خصوصا در دست مافیای کشور وجود داره و در گروگان او هستن. اگر اینی تغییرات و تبدیلات بیه زیادتری نیست که مثلا یک نفر از اینجا رفته دیگه جا. پایین و بالا نیز در پوزیشن ها بس هایش آمده و چهره های نو هم نیز در اینجا آمده. پس یک کسی که خصوصا در بست های لوی سارانوالی که از 3 سال اضافه باید کار نکنه، حتی ما خود 2.5 سال گفتیم و در شرایط افغانستان که ما در نظر گرفتیم 3 سال باید اضافه، ولی دیگه کسا بیدن که تا از حکومت کرزه تا 15 سال کار کرده و او در امی پیشه که یا فساد بود یا هر پیشه که پیش خود گرفته بود دو بیخی ماهر شده بود. پس اول تغییرات و تبدیلات از یک ولایت به دیگه ولایت، از یک بست به دیگه بست، این میشه که یعنی همچنان بعضی دوسیه ها نیز در اینجا باز واضح میشه که چه قسم ما واره بررسی کنیم. این ارقامی است، ولی چون این تغییرات نو آمده آلی سرشان قضاوت شده نمیتونه و در آینده انشالله باز امرای شما معلومات شریک خواهد. حالا شما به عنوان نهادی که نظارت بر این کارکرد حکومت در قسمت مبارزه با فساد دارید، از این اقداماتی که تازه حکومت افغانستان روی دست گرفته چقدر خوشبین هستید؟ واقعا حکومت افغانستان اراده لازم برای آوردن اصلاحات در نظام افغانستان داره در نهادها، در کل در نهادهای دولت افغانستان؟ متاسفانه به یک چیز، به یک حقیقت باید او را قبول کنیم و چشم خود را پت نکنیم که فساد بسیار به یک حد بالا در افغانستان وجود داره و خصوصا در بست ها و یا پوزیشن های بالا، یعنی عمق بالا باز فساد وجود داره. اول هر چیز در اینجا متاسفانه بسیار خوب و روشن جلوه داده میشه، ولی پسان باز نظر به نقص قوانین، نظر به پیشه ای که با فساد اداری قبلی داره، یعنی روابط سیاسی و نفر داره، پس اونو شکلی یا تصویری که قبلا بر ما داده میشه و یا ما در ذهن خود جور میکنیم، پس او خیره میشه و از بین میره. متاسفانه یعنی در اینجا یک نظارت جدی
از خود حکومت باید وجود داشته باشه و وکلای پارلمان در اینجا باید یک کار جدی کنه و خود را از این فساد اداری باید بیرون بسازه که متاسفانه خودشان نیز در فساد اداری آغشته هستند. پس اگر ما باز میگیم که اگر نیت یا عزم سیاسی در رهبری حکومت برای مبارزه با فساد اداری وجود داشته باشه، نه تنها حکومت ارگ رئیس جمهور، چون دکتر عبدالله نیز مسئولیت 50% حکومت داره. یعنی اگر هر قدر این چی میشه، یعنی فساد اضافه میشه، زیاد میشه و مبارزه نمیشه، عزم سیاسی وجود نمیداشته باشه، بس ریاست اجرایه نیز در اینجا دخیل هستن. حالا حکومت وحدت ملی با دو تا رهبر آمده تشکیل شده و بر اساس قرارداد سیاسی این حکومت تشکیل شده. در این قرارداد سیاسی مواردی بسیار ذکر شد تا دو سال عملی میشد که نشده. فکر نمیکنید که حکومت افغانستان هنوز با توجه به اینکه به این وعده‌هایش عمل نکرده و توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی را عملی نساخته، هنوز هیچ گونه گامی برای مبارزه با فساد اداری برداشته باشه؟ بسیار سوال خوب است. یعنی از این باید از ما یک کمی توضیح بده. اولی که حکومت وحدت ملی یک چیز غیر تحمل شده سر مردم افغانستان بوده، ولی ما مردم افغانستان او را قبول کردیم نظر به شرایط حساس افغانستان. پس آلی اگر یک نخصه نو است در ام در عرصه دموکراسی، ام در عرصه خصوصا در تاریخ افغانستان، اگر حکومت وحدت ملی یعنی از خود شایستگی های را نشان ندهد، پس برای مردم افغانستان نخواهد قابل قبول باشه و هر مبارزه که میکنه، خصوصا در مبارزه با فساد اداری که یعنی در اینجا فساد که به میان آمده، در اینجا ما از فساد یعنی امنیت ما اگر خراب است هم از فساد اداری خراب است، اقتصاد ما خراب است هم از فساد اداری، بیکاری های جوان های اگر هست هم از فسادی داره، کشمکش های اگر سیاسی وجود داره هم از فسادی داره. یعنی در او وقت شاید تاریخ آینده افغانستان سر این دو رهبر خوب خواهد بگوید که اینی نخصه غیر قانونی که بود و سر مردم افغانستان تحمل شد، ایره به یک شکل صحیح جلوه بده و مردم افغانستان ایره در تاریخ و در حال حاضر و در آینده قبول خواهد. سپاسگزارم. آقای اساس، قالب‌هایی که هنوز برای آرایش نظام و نهادهای حکومت افغانستان از طرف رهبری حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شده و ساخته شده، چقدر به نظر شما کارآمدی داره و چه دستاورد این قالب‌ها در این مدت حداقل دو سال داشته که حالا منتظر باشیم تا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ایجاد شود و آنچه که به عنوان شورای عالی مبارزه با فساد اداری ایجاد شد؟ فکر میکنم که مشکل در افغانستان حال این چند نفر هستن که در چاپیر هرک ششته این مشکلات پیش میاره و نمیخواه که حکومت خوب پیش بره. دکتر صاحب شپانی، دکتر صاحب عبدالله، هر دویشان میخواه که حکومت خوب باید داشته باشه. خود یه چند نفر هسته که این مشوره غلط میتوه این کار هسته. ما میگیم خود تخطی از این توافق نامه پس ساعت هست. چرا؟ ما شما پر کدام بنیاد؟ اینمی حالا اینمی تغییر تبدیل چل کازی؟ حالا چند ولایت هست؟ حالا آقای اساس، وقتی حکومتی که نمی فهمد چی کار میکنه و چی کار را باید انجام بده، چگونه از این چنین یک حکومت و چنین رهبری انتظار داشته باشیم که واقعا با فساد اداری در افغانستان مبارزه میکنه، چیزی که افغانستان را در سطح جان مشهور کرده؟ حکومت بسیار زیاد مصروف از کارهای دیگه، مثل امنیت، اقتصاد، مشکلاتی که خود فسادی که از پیش مانده بود، مسئله ایشان نوی چطور پروگرام بگه در رابط دنیا، سیاست داخلی و خارجی و اینمی ها کل یک مشکل پروسه صلح هست. اینمی هست که دو رابر مصروف اینمی کار هست و اینمی جا چند نفر که از دور سابق مانده اینمی میخواه که اینمی حکومت بدنام است. مثلا ما برد گفتیم که اینمی در بین اینمی تبدیل تغییر قاضی ها چند لایتش هم قاضی سرنگال تبدیل نشد، آیا اوجه فساد تا بود؟ بله. ما بس میگیم که اوجه فساد دو چند بود. یعنی حکومت افغانستان برنامه برای مبارزه با فساد اداری داره و در آینده عملی خواهد کرد. واقعیت اینمی هست. خود چند نفر هست نمیخواه باست. اینمی به غلاهشان هست که اینمی مشوره برشان میده بالای سرمان گفت که برو تغییر تعیین کن کساره با اینمی برنامه پیش برو. اینمی خودشان فساد هست. حالا آقای اساس، سوال مردم افغانستان این است که اگر حکومت وحدت ملی برنامه برای مبارزه با فساد اداری داشته باشه، چرا توافقنامه سیاسی از طرف این حکومت که
حکومت وحدت ملی تشکیل داده عملی نشده توانست و عملی نمیشوه. خب مشکل در توافقنامه همه هست از روز اول که در هر دو طرف در یک طرف زیاد همه میخواه که توافقنامه باید عملی نشوه. هر وقت انسیدار قدرت میکنه که قدرت با آغوش خودش بگیره که نمیمانه که قدرت با و این انحصار کردن قدرت در یک نظامی که نامش دموکراتیک گذاشتیم فکر نمیکنید زمین ساز گسترش فساد اداری باشه؟ این باکت این فساد است. خودشان این فساد ما برات گفتن که اینمی خودشان که اینمی تغییر تبدیل سرمایه‌والا خودشان فساد است. با کدام میار تغییر تبدیلش میکنیم؟ میار باید بر مردم افغانستان مشخص کنیم، یا با خاطر فساد، یا با خاطر خشخوری، یا با خاطر ای، یا با خاطر او. حالا خب ما این میادش خب ما یک شم نمیپم. مثلا در یک ولایتی که تغییر تبدیل نآوردی اونجا فساد نبود، ما خبر داری که است. سپاس. در اون ولایتی که تو فساد تغییر نآوردی اونجا چه مشکل بود؟ این می مشکل است که اونجا که ما خوب میپم که رابط نزدیک به تو داشت که تغییر نکردی؟ برای ما حالی سوال پیدا میشه که نه اینمی تغییراتت بخواه مخاطر نبود. اگه اینمی تغییر تو باید یک میار جور میکدی، یک میار می بود با سر اینمی باید باس میشد که از اینمی لیاز باید ما تغییر او تبدیل بیاریم. اینمی میار امروز من برای مردم افغانستان یک دلائل داشتیم که از اینمی میار برشن. حالی ما برای مردم افغانستان چی بگویم که در زابل تغییرات نآورد؟ آیا در زابل پساد نیست؟ اولین ولایتی که از پساد از در زابل است. اولین کلانای طالبان که از محکمه و سرانوالی خلاص میشه، از زابل خلاص میشه، اوجه تغییر نمیاره. بله. چی دلایل هست؟ خب دلایلش خوب میپم. ما بر مردم نمیتونیم که امروز برشان بگویم که اینمی اصلاحات به خاطر اصلاحات تغییر تبدیل به خاطر اصلاحات بود. ما برش میگیم بر مردم خود که این تغییرات به خاطر خشخوری بود. سپاسگزارم. این بحث را پس از یک میان برنامه دنبال کنیم. درود مجدد. همچنان بیننده سرنوشت به گونه زنده از نور هستید. آقای وردک، نقض قوانین در افغانستان به وجه قانون اساسی بزرگترین عامل گسترش فساد داری در نهادهای افغانستان بوده، به وجه در نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای پلیس و نظامی که این نهادها از نهادهایی هستند که متهم بیشتر به فساد داری هستند. حالا اعضای برجسته حکومت وحدت ملی و در کل حالا حکومت پیشین خودشان متهم به نقض قوانین در افغانستان هستند. حکومت وحدت ملی با چی کسانی و با چی شیوه با این فسادی که در افغانستان وجود داره مبارزه میکنه؟ بسیار سوال است که یعنی هر انسان باید پیش خود داشته باشه، خصوصا یعنی رهبرای حکومت و یا وزیرا و والیا پیش خود باید داشته باشه که در افغانستان قبلا هم در حکومت حامد کرزی هم و در حکومت اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله هم عامل فساد اداری اول خودشان شده. اگر کرزی در حکومت خود یعنی از خود اصلاحات را شروع میکرد، بعضی تشویش ها که در او وقت برای خودشان پیدا شده بود، اگر او را در مو وقت یعنی سرشان اصلاحات می آورد، یعنی این فساد اداری که عالی یعنی بنیادی شده در او وقت نخواهد می شد. ولی متاسفانه وقتی که اگر ما سر حکومت کنینی باید زیاد بحث کنیم که اول خودشان اونو نقض قانون مردم افغانستان نیز امرایشان قبول کردن که قانون اساسی را یعنی نقض کردن، ولی بعضی قوانینی که در فروعات باز می آید خصوصا در بخش عدلی و قضایی، اگر شما بیاد داشته باشین وقتی که اشرف غنی در بیانیه اول خود از مبارزه در ارگان های قضایی و عدلی سخن زد، مردم افغانستان در او تالاری که اکثریتشان شاید دولتی می بودن ولی بسیار زیاد استقبالشان کردن، یعنی هر کس می خواهد که مبارزه و فساد اداری شد، ولی متاسفانه مخالفت های یا کشمکش های سیاسی در بین خود اردو رهبر و بین تیم هایشان این عامل فساد شدن که اگر یک نفرشان یک بلند رتبه را پس میکنه، پس او در مقابلش استاد میشه چون نظر به او. حالا سوال این است که چرا حکومت وحدت ملی در حالی که وعده میده به مردم در برابر مفسدین استادگی خواهد کرد و با فساد اداری مبارزه میکنه و نهادهایی را هم تشکیل داده با این منظور، چرا این مفسدینی که خیلی هم چهرهایشان آفتابی است به مردم معرفی نمیکنه و نمیبره پای دادگاه؟ حکومت خصوصا
او چهره هایی که مثلا زیاد در فساد اداری آغشته هستند، متاسفانه حکومت وحدت ملی باز به او اندازه قوی نیست که او نفرها را به ارگان های قضایی و عدلی را یعنی بکشه. حالا حداقل این توان را داره که حکومت افغانستان که این چهره ها را بگذاره به مردم معرفی بکنه و بگه که این چهره ها هستند که فساد داره در افغانستان. معرفی این چهره ها نیز مشکل است. بله. او لیست غاصبین نیز نشر شدن. شما مطبوعات نشر کردن. بله. ولی باز پیگیری نشدن. پیگیری او لیست بسیار مشکل است. و کسایی که غصب میکنه یا زمین دولتی یا شخصی را غصب میکنه، او کسای عادی نیستن. او کسایی هستن که هم در مافیا هم در بیامنی نامنی کشور او دست مستقیم داره. و هم چنان حمایت استخباراتی و حمایت کشورهای خارجی که در اینجا حضور داره از او داره. بس بر حکومت این نیز یک مشکل است و یک سردرد است که نمیتونه که امرای او چهره ها اول مبارزه کنه. حکومت مجبور است که کسی که 100 افغانی را رشوت گرفته از خاطر که ماشش کم است امو را دستگیر کنه. ولی بعضی مثلا بعضی قضایا از حکومت از ذوب حکومت از هر دوسیه فساد اداری این یک شکل حقوقی داره، یعنی باید در چارچوب قانون نظر به حقوق و مقسم زیر نظر قضا باید او فیصله شد. ولی متاسفانه شما ببینید بیشتر هم یاد شد قضیه کابلبان. او یک مسئله حقوقی باید نظر به قانون حل میشد ولی سیاسی شد. شما ببینید 6 نفر از وزارت شهرسازی بود باید. بله. که در بدخشان دستگیر شد. چی شدن دوسیه‌شون؟ خودشان چی شدن؟ چند وقت حالا آقای وردک فکر میکنید چرا حکومت افغانستان به مسائل حقوقی که باید پیگرد حقوقی شوند و بر روی کرد حقوقی با اینا برخورد شود، چرا مسائل سیاسی میکنن و همیشه از دریچه سیاست وارد مباحث شده؟ متاسفانه تشکیل حکومت همینطور شده که نمیتونه. شما میبینین فیروزی از کابل بانک وقتی که او آمد به او قرارداد داده شده و او جب اکثریت همی کلانای دولت یا رهبرهای دولت بگویم او در اوجه حضور داشتن، وزیرا و نماینده خاص رئیس جمهور در حکومت داری خوب در اوجه حضور داشتن. پس او یعنی اینجا چرا باز باید ما خود ما حل کنیم؟ نباید حکومت وحدت ملی از اصلی ترین شعارهایش مبارزه با فساد اداری بود که برای مردم افغانستان در ابتدای تشکیل حکومت داده شد و همچنان در جریان کمپاین های انتخاباتی. چندین اقدام حکومت وحدت ملی تا هنوز ناکام مانده. اقدام برای مسئله کابل بانک و شرک هوشمند که مربوط شهرسازی میشد و اینها. پس از این انتظاراتی که میره و از این حکومت داشت در قسمت مبارزه با فساد اداری چی هست واقعا با این ناکامی هایی که داشته در این مورد؟ دوست من پس منظره حکومت در این 2 سال یا بیشتر از 2 سال چندان خوب نبود و زیاد ما یعنی نیت خوب تا بار برشان دیده نشد. ولی اگر حکومت در آینده یعنی مبارزه جدی کنه، ولی ما که تا جای میشناسم ایشان امی لوئیس هارون واسه حمیدی صاحب این یک یعنی داینده ایشا باز نمیفهمم، ولی تا بار یک نفر خوب هستن یا یک داره یک شخصیت هستن میتونه که یعنی اصلاحات بیاره. ولی متاسفانه کشمکش های سیاسی به حدی هستن که شاید حمیدی صاحب نیز نتونه که اصلاحات صحیح در لوی سرانوالی را بیاره و همچنان قاضی قضات نیز نمیتونه که او اصلاحاتی که خودشان یا میخواه و یا خواست مردم افغانستان است او را بیاره. چون امی تشکیل ما بیشتر هم بر شما عرض کردیم که امی ساختار حکومت وحدت ملی طوری شده که این کشمکش های سیاسی در درون و در داخلشان در تیم هایشان در بین خودشان وجود دارد. سپاس آقای فرزایی با بس خیلی خوش آمدید. حالا روی کرده های و میکانیزم هایی که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری در پیش گرفته، تشکیل نهادها به گونه غیر قانونی بوده بعد حکم رئیس جمهور یا به طور دیگری، نهادی به نام اداره مستقل مبارزه با فساد اداری وجود داشت و بخش از این صلاحیت هایی که مربوط این نهاد میشد با آمدن حکومت وحدت ملی از این نهاد گرفته شد و در کنارش نهادهای موازی ساخته شد. فکر نمیکنید این خودش به نحوی نقض قانون باشه و فرار از قانون باشه و اینکه نقض قانون اساسی افغانستان یا قوانین دیگری که وجود داره میتونه به عنوان یک عاملی بسیار بزرگ در قسمت گسترش فساد اداری وجود باشه؟ تشکر بسیار زیاد. ضمن عرض پوزش
سلام عرض خوش میکنم خدمت حاضرین در بس، شما همکارای شما و بیننده تلویزیون. بحث اصلی مبارزه با فساد اداری از موجودیت به اصطلاح یک روند گسترده فساد اداری در افغانستان شروع میشه. یعنی هر قدر در کشورها فساد اداری بیشتر رونق پیدا میکنه، به مو اندازه نهادهای مبارزه با فساد اداری هم به اصطلاح گسترش میابند. متاسفانه در افغانستان روند مبارزه با فساد اداری از گذشته تقریبا 13 سال به این طرف قسمی بوده که به شکل بسیار خطرناکش این نهادهای مبارزه با فساد اداری گسترش یافتن، نهادهای متعدد تشکیل شدن و اما نتیجه مثمر و مؤثری را در قبال نداشتند. به جای اینکه این نهادها بی نتیجه من کارشان در چی بود، عواملش فکر میکنی چرا بیشتر کارشان فکر میکنم نتیجه نداده؟ مشکل اصلی مشکل صلاحیت ها است، به خاطر از اینکه ما وقتی یک نهاد را به عنوان نهاد کشفی تعیین میکنیم، در پهلوی از این چندین نهاد دیگه تحقیقاتی وجود نداشته باشه و این تحقیقات همه یک سره به یک نهاد به نام سارنوالی به اصطلاح سرازیر میشه و این نهاد سارنوالی سر روی از او باید تحقیق بکنه، او را باید اقامه دعوا بکنه و به محکمه بفرسته و محکمه هم سر از او تصمیم بگیره. این چنین موضوعات بر علاوه از اینکه جلو فساد را در یک کشور مثل افغانستان گرفتن میتونه، بلکه فساد را بیشتر به اصطلاح گسترش میده، چون نهادهای دیگه هم که در فساد زی دخل شون اضافه میشن. نهادهای تحقیقاتی که بتونه تحقیق کنه که چگونه ما فساد اداری از افغانستان به اصطلاح کاهش بدیم در افغانستان، و در عین زمان اگر بتونیم در آینده های بسیار دور فساد اداری را محو بکنیم، همچون نهادهای اصلا تاسیس نشدن، اصلا تشکیل نشدن. تمام نهادهای کشفی، نهادهای تحقیقاتی جرایم بودن، نه تحقیقاتی علمی. در دنیای دیگه وقتی نهادهای مبارزه با فساد اداری تشکیل میشن، از روی یک سلسله تحقیقاتی تشکیل میشن. حال در افغانستان اگر یک تحقیق صورت می گرفت که ما به اصطلاح نهاد به عنوان نهاد مبارزه، نهاد سارنوالی را در راستای مبارزه با فساد اداری کافی نمی بینیم، باید نهادهای دیگه هم تشکیل شود، از روی یک تحقیق، از روی یک ریسرچ، از روی یک استراتژی منظم اگر ایجاد می شدن، شاید نتیجه مثمر می داشتن. اما متاسفانه در افغانستان مستقیما ما باید تشکیل ادارات به اصطلاح اقدام کردیم، و این تشکیل ادارات نه تنها که فساد اداری را کاهش ندادن، بلکه دامن فساد اداری را دیگه هم گسترده ساختن. نهادی را به نام نهاد مبارزه با ارتشاء و فساد اداری یا اداره عالی نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری، اینا کلشان نهادایی بودن که اصلا یعنی کار کشف را انجام میدادن که باید چگونه یک موضوع بر از اینا ارجاع شود، اینا کشف کنن که آیا این جرم است یا نیست، با تحقیق هم که وظیفه لوی سارنوالی بوده. حتی در بسیاری موارد ما دیدیم که نهاد مبارزه با ارتشاء و فساد اداری یا همی نهاد دیگری که خدمتتون عرض کردم، اینا کارهای خودشان را تکمیل کردن، روان کردن به سارنوالی و اصلا سارنوالی به این وقعی نگذاشته، پس از سر اقدامات را شروع کرده که کلش یک نوع به اصطلاح پراگندگی به وجود آورده، و این پراگندگی ها موجب ازی شده که فساد اداری دامنش دیگه هم گسترده تر شده. حالا در افغانستان کسانی متهم به فساد اداری هستند در پیش مردم افغانستان که در مقام های بلندی حکومتی قرار دارند، و زور نهادها به اینها نمیکشد، در واقع نمیتونن توان اجرایی ندارن. حکومت افغانستان رئیس جمهور تصمیم گرفته که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کنه تا این مرکز بتونه به این پرونده کسانی بپردازه که در مقام های بلند حکومتی در حال حاضر حضور دارن و قبلا در حکومت پیشین هم حضور داشتن. فکر میکنید ایجاد این مرکز چقدر میتونه واقعا امیدوار کننده باشه و چقدر میتونه کمک بکنه برای مبارزه با فساد اداری؟ حال اولی دیده شوه که امی تشکیل این نهاد از برویت کدام تحقیق صورت گرفته؟ بله. آیا در افغانستان یک تعداد دانشمندا، یک تعداد به اصطلاح اساتید شیشتن تحقیق کردن، 13 سال گذشته را تحقیق کردن یا قبل از او را تحقیق کردن و دیدن که مثلا مقامات مسئول در نهادهای یا مقامات عالی رتبه نهادهای دولتی به محاکمه کشانده نشدن، به تحقیق کشانده نشدن، بنان علت از چی بوده؟ شما فکر کنین در یک ارگان مثل سارنوالی اگر ما یک مقام دولتی را کش کرده نتانیم، اگر یک مقام دولتی را ما اونجا احضار کرده نتانیم، یک مقام دولتی را به تحقیق کشانده نتانیم، شما فکر میکنین که نهاد دیگه
چطور میتونه همچون کار را انجام بده در حالی که ما به اصطلاح فکر کنین که یک روز اگر نهاد سارنوالی به همچون موارد سر دوچار شد که باید به اصطلاح مورد تحقیق قرار بگیرن، یا همین نهادی که تشکیل میشه اینا مفسد شدن، باز چه کسی باید بالای ازی به اصطلاح تصمیم بگیره؟ ما فکر میکنیم اینا کلش یک نوع فرافگنی است تا ای که ما در راستای مبارزه با فساد اداری کار بکنیم. به نظر ما باید در ابتدا یک تحقیق منظم علمی پیرامون از این موضوع صورت بگیره و در عین زمان از یافته ها و به اصطلاح از دستاورده های کشورهایی که در مبارزه با فساد اداری حداقل گام های نخستین را برداشتن و خیلی کشورهای مفسد هستند مثل هند، مثل پاکستان، اینا در راستای مبارزه با فساد اداری گام های نخست برداشتن، از تجارب این کشورها استفاده شود و در افغانستان یک میکانیزم به وجود بیاید تا در اولین اقدام اشخاص و افراد به زودترین فرصت به میز محاکمه کشانده شوند. هر قدر اطاله پروسه تحقیق به اصطلاح به وجود بیاید به مو اندازه راه گریز برای افراد اشخاص پیدا میشه، چون در مرحله تحقیق صلاحیت به اصطلاح ادامه تحقیق و صلاحیت بستن دوسیه را به مرکز تحقیقی داده میشه، به مرکزی که تحقیق میکنه پیرون میجرم، مثل سارنوالی تحقیق، مثل کمیسیون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، مثل این نهادی که شما گفتین، چون اینا صلاحیت به اصطلاح تداوم تحقیق و صلاحیت بند کردن تحقیق و حفظ کردن دوسیه را دارن، بنان دروازه ها برای از اینا بیشتر باز است و از این مواقع زودتر استفاده میتونن بکنن. حکومت پیشین از سوی حکومت وحدت ملی متهم به این است که در قسمت گسترش مبارزه با فساد این حکومت مقصر است و در امر مبارزه با فساد اداری هیچ گونه اقدامی نکرده و بیشتر با فساد اداری که باید برخورد حقوقی میشد برخورد سیاسی کرده. حکومت وحدت ملی چقدر تونسته با فساد اداری که باید برخورد حقوقی شوه برخورد حقوقی کرده و شیوه ها و میکانیزم هایی را که به کار برده تا هنوز چقدر قانونی بوده واقعا؟ من فکر میکنم این سوال باید مثلا نهاد ریاست جمهوری، ریاست اجرایه یا لوی سارنوالی یا قضای افغانستان این سوال ها رو باید پاسخ بده، چون اونا هستن که ادعا دارن که در حکومت گذشته در مبارزه با فساد اداری اقدام عملی و جدی صورت نگرفته، ما اقدامات عملی کردیم در مبارزه با فساد اداری. کارهایی که در حکومت وحدت ملی در دو نهاد مختلف صورت گرفته در این اواخر به خصوص در لوی سارنوالی و قبلا در استر محکمه قسمان بدیده قدر نگریسته میشه، هم از طرف جامعه، هم از طرف حقوقدانا و هم از طرف مشخصا از طرف اتحادیه حقوقدانای افغانستان مورد تقدیر قرار گرفته، چون این تغییرات و تبدیلاتی که صورت گرفته اکثرا در راستای مبارزه با فساد اداری موثر بوده. به همین منظور ما میگیم که دولت افغانستان اگر میخوان که در راستای مبارزه با فساد اداری قدمی به پیش بگذارن و از گذشته ها بیاموزن که اونا در جهت محدود کردن راه فساد اداری اقدام نکردن بلکه در گسترش فساد اداری اقدام کردن، مثل که شما هم کل رسانه ها شاهد بودن که رئیس جمهور قبلی چندین بار در مجالس مختلف گفتن که اگر فسادم میکنن، اگر از طریق فسادم پول به دست میارن باید در افغانستان مصرف کنن، که خودش باز کردن دروازه فساد اداری است. اگر دولت افغانستان، دولت فعلی افغانستان میخواد که در این راستا قدم بگذاره، اول از اول شروع کنن نهادهای موازی را کاهش بدن، تحقیقات علمی پیرامون از موضوعات صورت بگیره و در راستای تحقیقات علمی هر آن اقدامی که مثلا نهاد لوی سارنوالی انجام میده باید از طرف تمام ارگانهای دولتی حمایت شود. مثلا یک سارنوال اگر یک معین وزارتخانه را، اگر یک وزیر را به میز محاکمه میکشانه، باید از طرف رئیس جمهور مورد حمایت قرار بگیره، نه ای که مثلا از طرف رئیس جمهور برشان زنگ زده شود و بر از اونها گفته شود که دوسیه باید اینی قسم شود یا این قسم شود. به همین خاطر من فکر میکنم که اگر در راستای مبارزه با فساد اداری اول یک اقدام جدی و یک اراده قوی وجود داشته باشه و در عین زمانی که اراده قوی وجود می داشته باشه این اراده در عمل ثابت شود، اگر یک مقام دولتی به میز تحقیق لوی سارنوالی کشانده میشه باید تا آخر سرنوشت از این معلوم شود، باید دسترسی رسانه ها باید به او باشه، مثلا پروسیجر عدلی و قضایی ازی باید به طور شفاف پیش بره، در انظار مردم باید پیش بره تا مردم ازی آگاهی دریافت بکنن. یک چیزی که ما همیشه روی ازو تاکید داشتیم در رسانه‌ای است که ما فعلا در افغانستان قانون را بالعکس تطبیق میکنیم. مثلا یکی از جمله مواردی که قانون اساسی افغانستان میگه که محاکمه باید به شکل علنی باشه مگر استثناءن
در مواردی که محکمه تصمیم میگیره یا به ولی ضرر اینجا طرفین میباشد، استثناء عملی است، اما علنی است. استثناء علنی است و در تمام مراحل به صورت خفیه یا مخفی محاکمه دایر میشه. این خودش تاثیر داره، به خاطر از اینکه در خفیه هر کاری که انجام شد هیچ کسی به او آگاهی پیدا نمیکنه. مثلا موضوع دیگه که میتونه مطرح باشه، در کشورهای ما بسیار به اصطلاح هم ردیف خود ما اگر نگوییم یک قدم یا دو قدم از ما پیشتر، مثل کشور پاکستان، مثل ایران، اینا وقتی که محاکمه صورت میگیره، فیصله که در همون محکمه صورت میگیره، این فیصله از طریق رسانه های اجتماعی مثل اینترنت این نشر میشه، به دسترس حقوقدانها قرار میگیره، حقوقدانها او را نقد میکنن تا این موضوع تاثیر بگذاره بالای قاضی که در این مورد تصمیم میگیره، و او بالای روحی از او قاضی، بالای فکر از او قاضی، بالای ذهن قاضی تأثیر گذار می باشه که در آینده ها تصمیم منظم و درست گرفته بتونه. بنان اگر می خواهند که به اصطلاح فساد اداری به طرف کاهش بره، به نظر شخصی من باید هر چی بیشتر شفافیت به وجود بیاید، و این شفافیت غیر از راه علنی ساختن محاکمه دیگر راهی نداره. حالا اگر نهادها و کارگزاران نهادها به عنوان یک مسئله در نظر گرفته شود، تا هنوز کارگزاران نهادهایی که در افغانستان در قسمت مبارزه با فساد کار میکردن خودشون بیشتر متهم به فسادن. خود نهادهایی که برای مبارزه با فساد و یا چنین اقدامات را کردن و چنین نهادهایی ساخته شده چقدر واقعا کارآمدی داشته، گذشته از اینکه کارگزاران نهادها خودشون کارآمدی نداشتن؟ ببینین همی افراد و اشخاص ما به صورت ذهنی نمیتونیم پاک بکنیم. بله. در دنیا ای به اصطلاح معمول است که تمام افراد اشخاص دست و پایشان به توسط قانون بسته میشه. مثلا من براتون مثال میگم، سارانولی افغانستان بر فعلا صلاحیت داره که از 15 روز تا 75 روز شخص را تحت توقیف بگیره. همچو یک صلاحیتی به هر نهادی که داده شود، به هر گونه که بتونه از او سوء استفاده میکنه. درست؟ اگر برای سارانوال در قانون اجرات جزایی افغانستان قسمی باید به اصطلاح روشن شود که در صورت موجودیت دلایل مبنی بر ارتکاب جرایم جنح یا جنایت، سارانوال صلاحیت داره که 15 روز تحت توقیف قرار بده. دلایل مقنعه را مثلا 1، 2، 3، 4، 5 تا دلیل مقنعه را بر محکمه بده تا یک ماه تمدیدی شه بگیره. هرگاه دست سارانوال، دست قاضی و دست نهادهای تطبیق کننده قانون، دست نهادهای به اصطلاح که در راستای مبارزه با فساد اداری کار میکنن، دست از اینا توسط قانون بسته شود، اینا در روند قانونی حرکت بکنن، من فکر نمیکنم مقدر سوء استفاده صورت بگیره. فعلا قانون هم یک سلسله مشکلات داره. بله. دستای همگی باز است. مثلا شما فکر کنین که یک در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از جمله محاکم فعلا بر یک قاضی از 5 الی 15 سال صلاحیت حبس داده شده که نظر به شدت و خفت جرم میتونه او تصمیم بگیره. حالا نهادهایی که باید نظارت بکنن از کارکرد حکومت و کارکرد حکومت در مورد انتقاد قرار بدن، این نهادها به نوعی دست پاشون بسته شده. شورای ملی که باید این نظارت را می داشت و به لحاظ قانونی حق شورای ملی است و حق نماینده های مردم هستند، اما شورای ملی مجلس نمایندگان توسط فرمان تقنینی فرمان رئیس جمهور به کارش ادامه داده. فکر نمیکنید اینها خودشان به نحوی زمینه ساز این باشه که فساد اداری در افغانستان همچنان باقی میمونه و حکومت هم کاری نمیکنه در قسمت مبارزه با فساد؟ ای که مثلا شخص رئیس جمهور یا شخص رئیس اجرایی به چی مفکوره هستن، این موضوع جداگان است، اما از لحاظ حقوقی واقعا اینا در راستای ایجاد نظارت بالای نهادهای اهالی دولتی واقعا هم یعنی کاری نکردن که ما اونا را تقدیر بکنیم. مثلا تشکیل لوی جرگه که یگانه نهاد نظارت کننده بالای اعمال رئیس جمهور است، یعنی نهادی است که میتونه رئیس جمهور در برابر از او مسئول باشه. عدم تشکیل لوی جرگه قانون اساسی با عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها خود مفهوم از این میرسانه که ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در تبانی با هم نمیخواهند که یک نهاد به اصطلاح وجود داشته باشه که اینا در برابرش پاسخگو باشن، یا حداقل مثلا سرنوشت ریاست اجرایی معلوم شود. حالا فعلا مثلا ولسی جرگه میتونه که با 2 سال سرزای خود یک موضوع را مطرح بکنه، بره به طرف رای گیری و اتهام بالای رئیس جمهور وارد بکنه، ولی امو نهادی که بتونه رئیس جمهور مورد محاکمه قرار بده، مورد بازپرسی قرار بده، اون نهاد اصلا وجود نداره. بنان رأس مملکت وقتی مورد نظارت قرار نگیره،
پایین رتبا به شکل از اشکال با استفاده از قدرت رأس مملکت میتونن از این به اصطلاح روان فرار بکنن. سپاسگزارم آقای اساس. حالا بحث مربوط به فساد اداری تنها بحثی مربوط به کابینه افغانستان نیست. کسانی که در از خارج در افغانستان حضور دارند و به نوعی در مسائل افغانستان دست دارند و تعیین تکلیف میکنن برای افغانستان، خودشان متهم به فساد اداری در افغانستان هستند و اینکه حکومت افغانستان را در این قسمت دستگیری نکردند و در گذشته از این تا توانستن مفسدین را دستگیری کنند. حالا حکومت افغانستان برنامه‌ای داره برای اینکه این خارجی ها و کسانی که خودشان متهم میکنند در قسمت گسترش فساد اداری دست داشتن، اینها را واقعا دستشان را کوتاه بکنند؟ فکر میکنم که حکومت افغانستان اراده داره، اراده به این خاطر است که در بیرون و در داخل خاطر ازی است که از بیرون هم که پساد میکرد هم یک دست کبی بود. مثلا پیسه استخباراتی که خلطای سیاه می آمد با داخل ریاست جمهوری، او کسی که پیسی سیاه خلطای سیاه را جمع میکرد، این روز اپوزیسیون حکومت است. ما چطور بتانیم که اگر اون روز بعد از اون پیسی خلطای سیاه برتن حساب میکرد، این روز اپوزیسیون حکومت است؟ کتی چوک تیومی مملکت ها را پیسی سیاه چطور کتشان حساب کنه که تو چطور اپساد کرده؟ خب پیسی سیاه بود. خب مشکل در داخل هم عموم چی است؟ شما ببینید که پساد خودشان یک گوی که مکنینه که خودشان پر از پساد خودشان. حالا کشورهای کمک کننده افغانستان، کشورهای در کل در افغانستان نمایندگی سیاسی دارن یا به نوعی با افغانستان رابطه دارن و افغانستان را کمک مالی میکنن، دوام کمک هایشان را گاهی هم مشروط بر این گذاشتن که حکومت افغانستان باید با فساد اداری مبارزه کنه. فکر میکنید این کشورها حکومت افغانستان را در قسمت دستگیری خواهد کرد پس از این؟ یک چیز باید ما و شما بپامیم که بعضی کشورها زیادتر کشورهایی که پیسه را در افغانستان مصرف میکنه به خاطر فساد، از روز اول ادمی حکومت هم به وجود می آورد هم باز باور نمی سرش میگه میگه پیسه خودم صرف پروژه خود مصرف میکنیم. فساد حال معلوم نمیشه که مثلا زیادتر پروژه هست که اصلا وجود نداره، حالی معلوم نیست که خارجه این بودجهشان به حکومت افغانستان داده یا بودجه خودشان خارجه پروژه را پیزیشان برده، حالی اصلا تفکیک نمیشه که کدام فساد کی بود. حالی مشکل در نمیشه است که باز اینمی دینمی شرایط که ما و شما پیش میریم، دینمی علت ها که ما و شما فساد میبینیم، فساد یک پساد های چی پساد اداری و پساد اینمی رشوت و اینمی صد روپا و اینمی خجود ها گفت از دمه پساد که به چی معنا به افغانستان به اینمی وارد میشد، اینمی پشتشان عدب بود. این روز که ما و شما سرش بدنام هستیم از لحاظ اسلامی اگر ما و شما ببینیم میشه میگه ارکاون که خستون که دواله مجرمین دی هر دویشان به دوزخ میره. حالی ما اینمی کار بسیار رواج ما شده، قاضی میگره اینمی کار، قاضی میکنه، قاضی که رشوت میگیره از اینمی مملکت باز تو چی خیر میبینی که قاضی رشوت بگیره، قاضی تا چرنوال تا بگیره، در ریاست جمهوری تا بگیره، اینمی هست که ما و شما را بدنام ساخت. قاضی و سرنوال در افغانستان رشوت میگیره اما حکومت افغانستان در برابر کسی مبارزه میکنه که او ممکن مامور بسته 4 یا بسته 5 باشه. کاش که به مخاطر ما پت میگن که کاش که به مخاطر که مامور 4 بسته مامور 4 مبارزه میشد هم سیب. از روز اول باید اینمی حکومتی که دنیا به وجود اول همیج از روز اول جلسه اول بون یک میار جور نکرد. شما ببینید یک قاضی ماش چند است، یک معلم اینمال ببینید یک معلم ماش 6000 روپیه است، بلکه بیلش 8000 است، خانه کرایه خانه ایشان 12000 است. اینمی رو پرا کن، شهرسازی بلاکار برشان جور کرد، اینمی وکلا را توضیح کرد ما 10000 دلار 20000 دلار باید هر وکیل ای به شهرسازی پرداخت میکرد. خو اینه میره که وکیل از ادمی وزیر شهرسازی نگیر از کجا پیدا کنه؟ ماشن 2000 دلار است، اینه میشه خو اینه می وزیر اینه می زمینه برشن مساعد کنه. شما ببینید اینه خوب میبینید هر وزیری که آمده در 90% وزیر شدیمی تا یک وزیر نیست که برای پارلمان پیسه نداده.
امی وزیر که خودشان باید امی علت میایه باز او چی تو ممانعت پساد بکنه اونو وکیلی که با امی رقم دولت امی رو مجبور میسازه ما باید میگیم که امی یک سلسله بود بخاطر بدنام ساختن حکومت افغانستان بود به مردم افغانستان بود امروز ما و شما نه چیزی دیدیم نه چیزی خوردیم در پساد اول هستیم سپاسگزارم آقای بردک چندی پیش رئیس جمهور گفته بود که با عاملین فساد اداری در افغانستان مبارزه می شود و کسانی که در گسترش فساد اداری نقش اساسی را بازی کردند حالا روش هایی که حکومت افغانستان برای اینکه این عوامل شناسایی شود و در برابرش استادگی شود روی دست گرفته واقعا چقدر مؤثر خواهد بود و اینکه چقدر می تواند تاثیراتی داشته باشد یک خوب اول فساد اداری به سه شکل وجود دارد یک فساد اداری سیاه هستن، خاکی هستن و سفید هستن بله. که هر یک شما باز نظر به فیصله ها و قوانین حالا حکومت افغانستان با سیاه مبارزه میکنه با خاکی و با سفید متاسفانه در افغانستان هر سه شان وجود داره باید بر سه شان در مجموع ما باید به یک کلمه که مبارزه و فساد اداری یعنی به فساد اداری باید مبارزه کنه بله. ولی من بیشتر هم بر شما گفتم که اصلا حکومت تا فعلا که کار نکرده در عرصه مبارزه و فساد اداری چون عواملش هم نیز بر شما گفتم که کشمکش های سیاسی در خود داخل حکومت وحدت ملی وجود داشتن و سرپرستی های طولانی در بست های مختلف بودن ولی اگر ما حل فساد اداری تنها این نیست که او کسایی که فساد کردن او را به محکمه بکشه این یک حلش است ولی دوامش نیز باید سرشان فکر کنه که آیا حکومت وحدت ملی این توانایی داره که به همچو قضایا دوام بده دوم گام بسیار مهم این هستن که خواست دنیا و یا کشورهایی که امرای افغانستان کمک میکنه ای است که باید حکومت وحدت ملی در عرصه مبارزه و فساد اداری جدی باشه در کنفرانس لندن دکتر صاحب عبدالله که در اوجه حضور داشتن او نیز در حضور داشت کشورهای دیگه و نماینده جامعه مدنی افغانستان در اوجه یعنی تعهد کرد امرای دنیا که ما در عرصه مبارزه و فساد اداری کار میکنیم ولی متاسفانه او وعده ایشان به خیال از هم رئیس جمهور و هم از رئیس اجرایی از یادشان رفته و فعلا هیچ کار نکردن شما قبلا یک چند روز پیش نیز شاهد بودین که سید اعظم انگلستان در به ملکه انگلستان گفت که افغانستان یعنی دو کنفرانسی که در لندن دایر میشه دو کشور بسیار مفسد امرای ما در اوجه یعنی اشتراک میکنه که یک افغانستان گفت یعنی اگر حکومت وحدت ملی اگر مبارزه میکرد یا یک چیزشان در نیتشان یا در پلانهایشان دیده میشد او گپ اوجه نمیبود پس دیده میشه که دنیا نیز از کارهای رهبری حکومت و یا از کارهای که در افغانستان یعنی میباشد از او نظارت داره و خبر داره و متاسفانه تا حال حکومت وحدت ملی در این عرصه کدام چیز عملی زیاد نکرده ولی این تغییرات تبدیلی که در اواخر آمده ما نیز خوشبین هست سپاسگزارم آقای فرزایی بین اون آخرین پرسش و جنبندی بس از این بس تغییرات تبدیلاتی که تازه در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادستانی کل آمده در حدود 40 تن از رؤسایی که در دادستانی کل انجام وظیفه میکردن به جاهای دیگری رفتن با جایشون کسان دیگری آمد تغییرات تبدیلات چقدر میتونه امیدوار کننده باشه اینکه حکومت افغانستان واقعا اراده داره برای مبارزه با فساد قسمی که ما قبلا هم گفتم این به اصطلاح بگیم تقدیر برانگیز شده چون تغییرات و تبدیلاتی که قبلا در دادگاه عالی آمد او موجب ازی شده بود که یک مقدار در ارتباط با فساد اداری که در قضا وجود داشت کاهش به وجود بیاید و این باعث ازیش شد که این تغییرات و تبدیلات در لوی سارنوالی یا دادستانی کل هم مورد تقدیر مردم افغانستان به صورت عموم و اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صورت خاص قرار بگیره و فکر میشه که تغییرات و تبدیلاتی که صورت گرفته بیشتر روند مبارزه با فساد اداری را سریع‌تر بسازه یک چیزی را ما از یاد نبریم که مبارزه با فساد اداری به منظور محو فساد اداری فعلا در افغانستان ناممکن است
اما مبارزه با فساد اداری به خاطر کاهش این پدیده شوم خیلی موثر میتونه تمام شود. تغییرات و تبدیلات یکی از گپایی است که یعنی دسترسی کارمندان را نسبت به فساد اداری کاهش میده. یعنی کارمندایی که در عرصه فساد اداری بسیار فعال بودن قبلا، با این تغییرات و تبدیلات دیگه امو دسترسی را ندارن، امو ارتباطات را ندارن، امو به اصطلاح اشخاص و افراد معینی را که زمینه فساد بر از اینا مساعد می ساخت، اونا را دیگه در دسترس خود ندارن. ما امیدوار هستیم که تغییرات و تبدیلات انشاءالله فساد اداری در افغانستان کاهش بده. سپاسگزارم از حضور مهمونان گرامی آقایان عبدالوحید فرزایی عضو رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و دکتر ذبیح الله وردک عضو رهبری شبکه مبارزه علیه فساد اداری و آقای داودی اساس مشاور ارشد در ریاست اجرایی. و سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که بحث را تا این دم دنبال کردید. روزتان خوش، خدا نگهدارتان.